قصه اتصاله. یه روزی به اندازه یه صدقه دادن برای سلامتی آمازون به این وصل میشی. اگه برای چند دقیقه برای امام زمان کار کردن وصل میشی، چرا معطلیم؟ اگه با یه نماز اول وقت وصل میشی، چرا معطلیم؟ اگر با یه بذل مالی وصل میشی، خب چه راه دیگه میخوای دنبال بگردی؟ قطعا با یه برنامه هایی که ما تا حالا داشتیم رو زندگیمون وصل که نشدیم. کی وصله؟ وصله کی؟ ادعای وصال داره؟ کی ادعای وصل بودن داره؟ کدومیتون با برنامه های عادی روزمرتون به امام زمانتون وصل شدید؟ به خدا وصل شدید؟ جز به اون چه او معرفی کرده؟ نماز رو کی گفته بخونید؟ روزه رو کی گفته بگیرید؟ تو خودت گفتی؟ حج رو کی گفته بریم؟ زیارت الحسین رو کی گفته بریم؟ پس میبینی هرچه از او بالا حلقه وصل آویزون میشه، تو رو وصل میکنه. به دستورات او وصل میشه. و مما رزقناهم ينفقون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. ما شما رو دعوت کردیم برای انتشار نور فضائل سید الشهدا. الحمدلله دو ساله سابقه این انتشار نور تأثیرش در عالم مشهود بوده رو جووناتون. همین امروز آقای از سوئد زنگ میزد، میگفت ما از وقتی آمدیم اینجا دینداریمون به برکت شبکه امام حسین بیشتر شد. ما هر شب این مورد رو عزیز از مجارستان تماس گرفته بود، گفتش که من از وقتی که اومدم مجارستان تنها راه ارتباطیم شبکه امام حسین بوده و قبل از این که شبکه امام حسین رو ببینم یه حد دینداری داشتم، با شبکه امام حسین دینداری مثلا عوض شد، دیدگاه دینی من عوض شد. واقعا همینطوره. یعنی واقعا ما این تجربه رو گرفتیم، بهش رسیدیم. یه حسینیه فضایی عالمی که مؤثره، تعطیلی توش نیست. حسینی ها رو میسازن سال ده رو توش روزه میکنن. این حسین یه یک ثانیه توش تعطیلی نیست، یک ثانیه این نور ازش قطع نمیشه. اون چه که در بیان وظائف هر حسینیهی در جهان به عنوان برنامهش نوشته شده اینجا موجوده، به اضافه بسیاری از کلاس ها، حوزه های علمیه، دریافت ها، تحصیل، شکل یک دانشگاه فضایی مجازی.